تعداد علما میگه که مراد ائمه مسلمین علما است، علما رهبرای مسلمان هستند، بر اونا خیرخواه بوده باش، شأنش را خرد نکن، مقامش را کوچک نشمار، تحقیرش نکن. این نکته بسیار مهم است. بلند خیرخواه برش باش، در آنچه که میگن اطاعتش بکن، از جان خود دین اجور نکن. عجیب نیست در افغانستان یکی از بدبختی ها امیز، ما به ائمه و علمای خود اصلا احترام نداریم، شأنش را کوچک مشماریم، یک مردمای اضافگیه که به اصلاح در آخر باید یاری چی بکنیم، برش گپ را گوش بکنیم. گپ ما را تا مادامی که ائمه گفتن خوب است، هرگاه که با گپ ما مخالفت صورت گرفت، امام غلط کرد، یا به این شکل که پیشوریش نمیگم، در عقبش عمل نمیکنیم، پشتش تبلیغ میکنیم، پشتش گپ میزنیم، باز نماز هم پشتش میخوانیم، حقش را کوچک مشماریم. و حالا اینکه بزرگترین حق بر بالای ما شما داره، بزرگترین حق. عبدالله ابن مسعود رضی الله عبدالله ابن عباس میفرمه که والجبال اوتاد، مرادش میگن علما است، اینا هستن که دین به ما معرفی میکنن، بیانش میکنن، و مکلفیت ما هم است که به طبقه سخت ارج بگذاریم، ارج بگذاریم، معنی که مشکلش حل بکنیم، تعاون بکنیم در امور خیر با اونها، دستشان را بگیریم، مشوره برش بدیم که این کار غلط است، نقص میکنه برای خودت، در پشت شرش گپ نمیدن، پیش رویش میریم، میگم دو دقیقه کار دارم، این نکته است و باید جور شود، این رقم خیرخواهی برش میکنه، محبت به اونها پیدا بکنه. این نصیحت برای ائمه مسلمین است. ولی ائمه المسلمین و عامتهم، عام با کل مسلمان ها تو باید خیرخواه باشی، با کل مسلمان ها چی بکنی؟ ارشاد مصالحشان را بکنی، در آنجا که مسلمان ها ضرورت دارن به یک کار، تو باید توجیهشان بکنی، کار خیر را بکنی، توجیهشان بکنی در امور خیر، هم در باب دنیایشان، هم در باب آخرتشان، در دویشان باید توجیهات داشته باشی، اونا را وادار بکنی که استقامت بکنن به دین خدا و بترسن از الله و از مخالفت خدا، سطر عوراتشان داشته باشی، غلطی که یک مسلمان میکنه او را پیشوریش نگو، کش بکن، پت بوده باشه، کسی که یک مسلمان را عورتش پت میکنه، در آخرت و در دنیا الله عورتش پت میکنه، از این خاطر این خیرخواهی به یک مسلمان است، یک گپ از بهش خطا میخوره، یک بدبختی در خانش پیدا میشود، کوشش نکن که توی این لاجش بکنی و افشایش بکنی، این کارا نکن، این خیرخواهی برای مسلمان است. و شفقت برشان داشته باشی، سخت شفقت سرشان داشته باشی، این خیرخواهی برای مسلمان است. بالاخره آنچه که برای خود دوست داری برای اونها هم دوست داشته باشی، آنچه که برای خود دوست داری برای اونها هم دوست باشی، این خیرخواهی برای کی است؟ برای مسلمان.